بنام نام بخشنده مهربان غنیمت شُمُرَدَانِ اوقات و خطرهای زای ساختنیان ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سوگن به اثر که انسان در خسران و زیان است مگر کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن و یک دیگر را به حق سفارش نمود و یک دیگر را به صبر سفارش کردن گواهی می دهم ده که نیز مابودی بر حق جز یک تا و بی همتا و گواهی می دهم ده که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بنده و, بند و فرستاده خداوند است درود سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و و پیروان راستین به تردید وقت در زندگی انسان دارای اهمیت بزرگ و ارزشی گران است وقت از بزرگترین های است که الله متعال بر ما احسان نموده است وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها خورشيد ومارا را ما را که مسخر ساخت و شب و برای شما مسخر گردان و از هرچی بشوما او شما داشت الله رب <applause> نمي توانې ان را بشماړد او که چېرې د byteArray آیات قران کریم تفکر ونمایې درمیابېد چې ان کتاب مقدس په وخت اهمیت زیاتدارا ستوری کې څهار سورې از سورې قران کریم را په نامي برخي از اوقات نامګوزاري کرده است او ان سورها سوره فجر سوره اللیل سوره دحا او سوره عصر همچنين خداون متعال درځای زیعدي په وخت سوګن نموده است چرونچې می فرمایي والفجر واللیل ناشر والشفع والوتر سَوْگَن بَصُب وَشَبْ وَشَبْ های دَه گَنای زِحَّاجا وَبِزَوْج وَفَرْد دَرَجای دیګری چونین فرموده وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى سَوْگَن بَآغَاز روز وَسَوْگَن بَشَب هَنگامی کِی حَرَم گِرد حَمچنين ګفته اَز وَالصُّبْحِ إِذَا أَصْفَرَ بِالصُّبْحِ هَنگامی کِی روشَن شَوَد وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى سَوْگَن بَشَب هَنگامی کِی هَم چيز را بپوښانَد وَسَوْگَن بَروز هَنگامی کِی آشکار شَوَد این توجه شدیدی قرآن به وقت بیانگری اهمیت آن است و غنیمت شمردن آن برای انجام اعمال نیک که برای خود انسان و مجتمع و وطن او مفید بوده باشد واجب می باشد چون خداوند گفته است فاستبقوا خیرات پس در نیکی ها بر یک دیگر سبقت بگیرید و پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید پنج چیز را پیش از پنج چیز دیگر غنیمت بشمارید جوانی را قبل از فرا رسیدن پیری صحت مندی را قبل از بیمار شدن ثروت را قبل از فقیر شدن فراغت را پیش از مصروف شدن و زندگی را قبل از مردن اмам حасни басарӣ рҳим الлه мегӯяд аی фрзанди одам ту جз гзашт рӯзгор نести вақте к рوз مегذарад бархе аз зиндаги ту низ мгذарад بنابراین لازم است ما باید اوقات خشرا تنظیم نمایم و بخش آن ببریم و لحظه زندگی خش به هر برداری نمایم زیرا فعالیت باعث تولید فعالیت دیگر می شود و تنبلی و کسالت باعث بیشتر شدن کسالت می شود همان وقت یک چیز اندک و چیز اندک دیگر یک جا می شود باعث افزایش می گردد و زندگی انسان عبارت از مجموعه واحد های زمانی است که از اجتماع و ترکیب آن همه زندگی تشکیل می شود خداوند به شاعر خیر بسیار نصیب نماید چون گفته است زربان قلب انسان میگوید می گوید زندگی عبارت از دقیقه ها و ثانیه هاست و ما تاکید داریم بر که عمر و زندگی حقیقی انسان آنچه از میراث معرفی و فکری و تولیدات علمی و نظری و تطبیقی است که از او بجا می ماند و هر آنچه از خدماتی است که برای بشریت تقدیم می نماید قطع نظر از مدت زمانی که زنده می ماند و شاعر چنین گفته از عمر جوان یاد و خاطرات او است نه مدت دراز آن مرگ او رسوایی او است نه روزی که چشمی از دنیا می بندد پس یاد و خاطرات خود را به انجام کارهای نیکی که تقدیم مجتمع می کنی زندگی کن با این کار در دنیا و زندگی با هم جمع می شود پس برکت عمر تنها در دراز بودن آن نیست بلک برکتن من مقدار از تولید و خدمات ست ک انساندر مر دب دمتدینو دنیادندیرنتقدممینمای دنیا موص ذت اللهست ک پروردگار جان دردو سلامبر اشرف مخلوقات مد مطفوبر م الابابمانک شریت اسلامی ماربرتوجب امتوقتو نیمشمردنتیق نمبمنمقداراز غفلدربرابرقزخطرست چنان چه الله مطالب می فرماید و انفق من ما رزقناكم من قبل ايات احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فصدق واكم من الصالحين و از شما روزی داده در الله انفاق بس پس از آن که مرگ به سراغ یکی از شما آید پس پروردگار ای کاش مرگ مرا مدت کمی به تاخیر می انداختی تا در راه تو صدقه بدهم و صالحان باشم و الله هرگز مرگ کسی را هنگامی که عجلش فرا رسیدد به تاخیر نمی اندازد وپیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است بشیاری از مردم در باره دنیا مت ځان میبیند او وانګونه کې باید از ان ها استفاده نه کوي تندرستی او فراغت او دره د دې دیگری فرموده در روز قیامت پیش ازان کې دو قدم بنده از جا حرکت کوي در باره چهر امر پرسیده میشو در باره عمرش پرسیده میشو کې ان را در چی کار فنه نموده او ځوانیش پرسیده میشو کې ان را در کوم جوابه چی کار مصروف نموده او از مالش پرسیده میشو کې ان را کجا به داس آورده در کجا خرج کړم پس برخه مردم را وقت می و اگر او را وقت ندوزدد تلاش می تا وقت را بکشد زیرا بیکاری خواسته کن که نه مشغول امر دین باشد و نه به امر دنیا خود به معنای قتل و قتال است وقت با ارزش چیزی است که باید به حفظ جان توجه نمای می بینیم که با آسانی اندازه می سازی بس ما چقدر نیاز داریم تا به باسازي و تنظیم اوقات ما و نفع گرفتنې از ان تلاش نماینته برای خود ما و مجتمع وطن ما مفید بوده باشت و پیروزي و تقدم و خوشبختي دنیاوي و وخروي را برای ما متحقق بسازت پروردګار در وقت و عمر ما برکت نازل فرما